بسم الله الرحمن الرحيم. دکتر صاحبای محترم، از همه بالاتر سلام و احترامات برای شما تقدیم میکنم. درس امروزی ما اختلالات انستزی نخایی است. یا کامپلیکیشن اف سپاینال انستزیا. انستزی نخایی که تطبیق می شود، هر دوا و هر پروسیجر بدون اختلالات نمی باشد. همانطور انستزی نخایی هم از خود اختلالات داشته می باشد. که اختلالات کتگوری کده به سه است. اختلالات فوری است، اختلالات ابتدایی است و اختلالات آخری است. یا immediate complication, early complication, late complication. که هر کدامش جدا جدا براتان توضیح می کنم. اختلالات فوری یا immediate complication. اینا هم به سه کتگوری تقسیم شده. کدام اختلالات است که در بالای میز عملیات موجود می آید. مریض انستزی می گیرد، در بالای میز عملیات موجود است، در جریان انستزی و یا بعد از انستزی، وقتی که عملیات هنوز جریان داره، عملیات ختم نشده، مریض به اختلالات دچار می شود. به سه کتگوری تقسیم شده. اختلالات قلبی و عصبی است، اختلالات عصبی است و اختلالات تخنیکی است. در کاردیوواسکولار چی اختلالات میده؟ انستزی، سپاینال کدام اختلالات میده؟ اولین کاری که میشه در انستزی نخایی، اولین اختلالات برای مریض فشار مریض پایین میشه. یا برای مریض چی؟ هایپوتنشن پیدا میشه. هایپوتنشن یکی از اختلالات انستزی ایمیدیت یا فوریش که بالا میاد. چرا اختلالات، چرا برای مریض هایپوتنشن پیدا میشه؟ چرا فشار مریض پایین میشه؟ قبلا براتون گفته بودم که در انستزی نخایی برای مریض که میتیم در ناحیه که معضل صورت میگیره، در اینجا کدام اعصاب است؟ اعصاب سمپاتیک است. وقتی اعصاب سمپاتیک بلاک شد، پاراسمپاتیک به سانه چی میشه؟ ظاهر میشه. پاراسمپاتیک ظاهر شد، پاراسمپاتیک وظایفی چیست؟ برای مریض وضع دایرتیشن پیدا میشه. Peripheral was the dilatation. As kujo the lower. Anesthesia dream, why is it blocked him? Parasympathetic chi mekana, or you are tawasso mekana, bomb is sub yandam bari maris hypotension pedals. Ikhtilat dome ki the sar meji amaliyat bari maris da anesthesia spinal pedamasha bradycardia ya harakati qalb zikamesha. Uam ba hum mekhanika. Sympathetic block mesha, parapasin da sana qawi mesha, belakhara chi mesha bari maris bradycardia pedamasha. وقتی که برادیکاردیا برای مریض پیدا شد، هایپوتنشن برای مریض پیدا شد، هم برادی هایپوتنشن و هم برادیکاردیا. این دوتا که یکجا شد، برای مریض چی پیدا میشه؟ هایپوکسیا کتش یکجا پیدا میشه، یعنی اکسیژن برای دماغ نمیرسه. سه چیز که یکجا میشه، مصیبه چی میشه؟ با کاردیا اریس. یعنی در سر میز عملیات یکی از اختلالات انستزی اسپاینال چیز کاردیاک ارست هم مریض میگه، از خاطر میخانیکال چیز که براتون گفتم، هایپوتنشن پیدا میشه، برادیکاردی پیدا میشه، هایپوکسی پیدا میشه، هر سیش که یکی شد بالاخره قلب مریض ارست میکنه و توقف میکنه. این از اختلالاتی است که بالای سر میز عملیات برای مریض پیدا میشه. اختلالات دیگه ای که بالای میز عملیات پیدا میشه یا مربوط به اختلالاتی چیست؟ ایمیدیت یا فوری است و چیست؟ توتال سپاینال است. برای مریض انستزی تطبیق کردیم، مواد انستزی برش دادیم، سر مریض از پیش ما پایین میشه. سر مریض که پایین شد، قبلا گفته بودم مواد انستزی که ما ضرب میکنیم به نام چیست؟ از نام هایپر بیر است. یعنی وزن مخصوصه این مواد انستزی از سیسف کده چیست؟ از سیسف کده گرنگ است، سنگین است، بناهی پایین خود میندازه. سر مریضی که پایین کدی انستزی به طرف بالا میره، به طرفی که بالا بالا میره، بالاتر جایی زیادتر انستزی میگیره، حتی دستای مریض بیشتری وقتا دیافراگم فعال میشه، تنفس مریض خراب میشه که او خراب بشه، که منامی چی میشه؟ منامی توتال سپاینال میشه. برای مریض پاراستیزیا پیدا میشه، دستای مریض قرخ میشه، با اینکه دستای مریض در انستزی سپاینال هیچ وقت قرخ نمیشه، دستای مریض قرخ میشه. برای مریض دلبدی و استفراغ پیدا میشه. یکی از اختلالاتی که مریض وقتی فشار پایین میشه دلبدی و استفراغ برای مریض میشه. همچنین برای مریض چی میشه؟ هایپوترمیا پیدا میشه.
مریض احساس خنک میکنه. این اختلالاتی است که مربوط به عصبی و از جمله کدام اختلالات؟ اختلالات ایمیدیت کامپلیکیشن، اختلالات فوری که در بالای سر می در بالای میز عملیات برای مریض رخ میده. اختلالات دیگه ای که بالای سر برای مریض در سر میز عملیات داده میشه مربوط خود تطبیق کننده اختلالات تکنیکی است. چی میشه؟ بسیاری وقتا از پیش ما سوزن داخلی بین دو فقره کردیم، زیاد پیش رفتیم، مریض خود حرکت داد، سوزن چی میکنه؟ میشکنه. کی یا دیگه خود داره برای کسایی که انستیزی تطبیق میکنه برای زنان گفته شده که کوشش کنید که شما انستیزی را چه قسم سوزن وقتی که داخل داخلی فقرات میکنیم تا آخر پیش فرو نبرید، یعنی تا جایی که پلاستیک هست تینیمیج داخل نریم، یعنی پیش زبانه که اگر بشکره هم ما میتونیم که یک اتری فورسس بکشیم در غیر زبانه اگر شکست مدون مریض به کجا مراجعه کنه برای مریضی برای جرایی اصلی مراجعه کنه. دوم دیفیکل فکچر هست، هر قدر که ما میکنیم ما خود به چیز به امناهی مطلوبه ای که سبرک نوی سپیسس رسیده نمیتونه و سی ایس اف هیچ وقت بیرون نمیبره. اختلاف دیگه ایشه اینجکشن آف رانگ ریدر هست، سلوشن هست. ما اب دوایی که برای مریض غلط میتیم یوازی بوپوکین یک چیز دیگر از دفت میکنیم که یه از اختلاطات هست بالای سر میز برای مریض مواجه میشه. دوم اختلاط چیست؟ اختلاطات؟ اختلاطات ابتدایی یا early complication هست. این چه وقت هست؟ این اختلاطات وقتی است که مریض یرم گفته که اگر اسلاید قبلی بدید که اختلاطات فوری بالای میز عملیات هست، اختلاطات ابتدایی وقتی که مریض انستیزی گرفت در ریکاوری رفت الا 72 ساعت بعد پیدا میشه تا 72 ساعت و اختلاطات آخریش چی رقم هستن که یا لیت کمپلیکیشن بعد از 72 ساعت هست. اختلاطات دومیش که ما حالا برای مریض برتان میگیم الا 72 ساعت برای مریض، یعنی زیادتر در اتاق ریکاوری که مریض میره در اونجا هست. اول اختلاط چیست؟ بلیدینگ هست. ناحیه دورومتر رو براتون گفته بودیم که ناحیه دورومتر پر از آویه می باشه. وقتی که سوزن اسپاینال داخل فقرات میشه و در ناحیه دورو میرسه یا خود دور ناحیه دورو چیست؟ اونجا آویه زیر سوزن تچ میکنه، آویه زخمی میشه، از اونجاش خون میبره. خون که برآمد خون تجمع میکنه، تجمع میکنه خصوصا کسایی که کواگولیپاتی داره، پروبلم تعاصر خون داره، خون جمع میشه باعث چی میشه؟ باعث هماتوم میشه. هماتوم تشکل میکنه، هماتوم بالای چی تاثیر میکنه؟ بالای خود رشته های اعصاب تاثیر میکنه، بالاخره مریض درد بسیار شدید در مناهی است. دیگه اختلالات چی هست؟ مریض وقتی که داخل ریکاوری برای مریض میری، مریض شدید کمردرد میباشه. چرا مریض شدید کمردرد میباشه؟ در ناحیه که برای مریض ما انستیزی میتیم، وقتی که انستیزی برای مریض دادیم، مریض خوانده بیسار ناحیه مریض به طور مثال این مریض ناحیه چیز است نمبر است، وقتی انستیزی گرفت ای به این شکل میه، پس مستقیم میه. امی حالتی که عضلاتی مقعر به مهده وقتی پایین میشه مثلا که امی حالت که تغییر به پس که انستیزی از بین رفت در حالت اولی برمیگره تغییر شکل در خود اوتار در خود وتار و گپامه مریض شدید کمردرد میشه. سیام اختلاط چیست؟ زخمه شدن ریشه های اعصاب نخایی در ناحیه است. میشه که از پیش توسط سوزن ما از رشته های اعصاب یکی از رشته ها زخمی شد و اختلاطی که بسیار معمول است و بسیار تقلیدی برای مریض است اختلاط چیست؟ اختلاط سردردی است. این بسیار زیاد معمول است. در هر جای گفته میشه که بنام پوست پاینل هدک یاد میشه. پوست پاینل هدک یعنی دردی که سپاینل یا پوست لومبر پنچر. حتمی نیست که درد توسط تطبیق انستیزی به وجود داره. یعنی اصلا دکتر داخلا میخواه از کمر مریض سیاسف بکشه برای معاینات روان کنه، او هم وقت که دورامتر سراخ شد از اونجا سیاسف لیکاش پیدا میکنه. سیاسف که لیکاش پیدا کرد چی میشه؟ مریض سردرد میشه. مریض سردرد میشه. این بود اختلاطات چیست؟ اختلاطاتی که در بعد از عملیات و الا 72 ساعت در ریکاوری که برای ارلی کامپلیکیشن یا اختلاطات ابتدایی است برای مریض پیدا میشه.
اختلالات سیومیش هست که هست؟ خب دمی اختلالات در ریکاوری می یک اختلالات دیگه هم برای مریض برمی که احتباس ادراک پیدا میکنه. میگه چون رشته های اعصاب اتونوم نهای استکرال در آخر موقعیت خود را به دست می آورد در نتیجه احتباس ادراک وجود می آورد. مثلا دیگه اما حرکت تا چیز نداره که ادراک را بیرون خارج کنه. چی میشه؟ ادراک در مثلا جای به جا میشه که ضرورت به چی میشه که فولیکت تر در مثلا تطبیق کنیم ما ادراک مریض را باید خارج کنیم. که هم در جریه اختلالات هست که باید دل افتراتی ساد وجود می آورد. اختلالات آخری که برای مریض پیدا میشه او برامی چی میشه؟ برامی لیت کمپلیکیشن یا برامی اختلالات آخری است که زیادتر سپتیک منینجایتس و اسپتیک منینجایتس و دایرکت کورد تروما است کاو دا کوین سندروم است. اینا اختلالات آخری میگه در جریان انستزی اسپاینال یک جای شدن برادیکاردی، هایپوتنشن و هایپوکسیا باعث توقف قلبی می شود. پیشتر هم براتون گفتم وقتی سه چیز یک جا میشه قلب چی میکنه؟ توقف میکنه. چون سردردی یکی از اختلالاتی است که همیشه معمولا در سنین جوان که بزرگتر بودیم فاکتورش ممکن پیدا می شود این از ما زیر مباحثه قرار میگیریم. بحث قرار میگیریم که چی می شود. این سردردی برای مریضانی که پیدا می شود چند ساعت بعد از انستزی شروع و حتی با هفته ها دوام می کنند. زیادتر با وضعیت که مریض ارتباط دارد. وقتی که مریض سر خود را بالا می کند سردردی زیاد می شود، برعکس اگر پایان می کند کمتر می شود. این چی دلیل است که بالا می کند زیاد می شود؟ وقتی که مریض در بستر می شود فشار زیاد می شود، فشار داخل کف که زیاد شد از سوراخ تولد شده در مابین کجار در دورومتر از اونجا سی اس اف زیاد ترشح می کند و مریض سردرد می شود. پس که خواب میکنه فشار به داخل کف پایین میه ترشح کم میشه مریض سردردیش آرامتر میشه. دلبدی و استفراغ هم گفتیم براتون که همیشه با انستزی اسپاینال که هستن همیشه یک جاست اونجا برای مریض فوتوفوبیا مریض زیادتر وقت روشنی را میبینه از این میترسه و مایی که از خودی سی دورومتر خارج میشه این مایه باعث چی میشه که تغییر خود تغییر در خود سایه یا در خود پرده های دماغ وجود میه بالاخره این پرده ها چی میشه تحت کشش قرار میگیره باعث سردردی میشه. تداوی سردردی اسپاینال ما چه قسم خوب مریض پس در اتاق ریکاوری اومدیم مریض شکایت که دکتر سر دیر روز عملیات شدیم انستزی گرفتیم ولی انستزی که گرفتیم سردردی بسیار شدید داره. چی باید کرد برای مریض؟ اول چطور تشخیص کنیم که آیا همین دوایی که ما گرفتیم همین سردردی از تاثیر انستزی اسپاینال است یا این مریض قبلا هم سردرد میشد؟ این بسیار مهم است که ما تشخیص کنیم. مریض پرسون میگه قبل سردرد بودی؟ میگه آه سردرد میشدم در خانه. خب پس که سردرد شاید به سردردی سابقهش باشه ولی ما اینو باید تشخیص کنیم. تشخیص چه قسم میکنید؟ قبلا هم گفتم مریض که میشنه یا استار میشه سردردی زیاد میشه وقتی خواب میکنه سردردی کم میشه و یک ارتباط دیگه هم داره زیادتر ناحیه اکسیپیتال مریض زیادتر درد میکنه و همراه یک جای چیسته و مریض توسط نور حساسیت پیدا میکنه فوتوفوبیا مریض پیدا میکنه مریض بلو رید ویژن پیدا میکنه سرخ و سبز مریض میبینه مریض یعنی از اختلالاتش هست که ما میفهمیم که انستزی اسپاینال که میدادیم ما همین چیز برای ما پیدا شده همین انستزی از خاطر انستزی پیدا شده برای شده. چه قسم میکنیم مریض برای 24 ساعت مکمل میگیم که وقتی انستزی گرفت تخته با پشت خواب کن تو باید 24 ساعت سر خود هیچ بالا نکنی یک حتی که این بخواهیش بود تشویق کردن مریض برای نوشیدن مایعات زیاد میگه هر قدر که مایع میخوری چون اونجا لیکاز مایعات زیاد بخور خصوصا کدام مایعات مایعاتی که دارای کافئین باشه زیادتر چای سیاه کافی کوکاکولا را بخور که کافئین باز برتمی که کافئین باعث چی میشه که کافئین داره و باید چایسی ها میگیره و مریض باید سردردیت کم دوم توسعه ادویه‌جات تسکین روحی برای زیادتر بهترین دوا که تاثیر میکنه بنزودیازپین است که تاثیر میکنه برای مریض زیادتر برای مریض میتیم لورازپام بعد برای مریض دیازپام برای مریض میتیم مریض لگزاتولین برای مریض میتیم چی میکنه سردردی مریض که زی آرامتر میشه پاراسیتامول و آسپرین و دوای دیگه هم برای مریض میتیم این هم فایده میکنه تجویز ادویه‌جاتی که دارای کافئین باشه برای کافئین سودیم بنزوات بازار پیدا میشه
تبلت های پانادول اکستراز هست که دیگه کلی ترکیبش چیست؟ کافئین است. کافئین چی میکنه؟ چرا سردردی را آرام میکنه؟ چرا بفهمیم؟ کافئین امون ریسپتور ها و همون اخیزه هایی که باعث تشدید ای تی پی میشه، ادینوزین ترایپاسفیت. وقتی ادینوزین ترایپاسفیت چی میشه؟ دیگه تنبیه زیاد میشه و ایروا را زیادتر میکنه به چیز. این چی میکنه؟ اون ریسپتور ها را نهی میکنه. وقتی نهی کرد کافئین سردردی چی میشه؟ سردردی آرام میشه. برای مریض که نشد، دیم نشد، دوم نشد، بالاخره نارکوتیک انالجزیک میدیم. وقایع سردردی مستقیما ارتباط داره با قطر سوزانی که استعمال می شود. میگه وقتی که از سوزانای گچای نمبر 16 و 19 استفاده می شود، تقریبا 70% مریض سردرد می شود. از سوزانهای 20 تا 22 40%. از سوزانهای 20 تا 22 40%، ولی از سوزانهای 27 تا 28 گچ اگر ما استفاده میکنیم 12% مریض با سردرد می شود. بنابراین به این نتیجه میرسید هر اندازه‌ای که گیج و سوزن نخایی خرد باشد وقوعات سردردی با رز انستیزی سپاینال کم میباشد. ما کوشش کنیم که از سوزنهای با گیج بسیار کم استفاده کنیم، یعنی که خردتر استفاده کنیم. گیج خردتر چی میکنه؟ سراخ در دورومتر کم به وجود میره، از این خاطر لیکاش کم صورت میگیره. خب نگفتن میگه عریبی سوزن هم در سردردی ارتباط داره. عریب چرا میگه؟ انستزی اسپاینال همیشه که ما فکر کنیم دیگه این شکل چه برتا نشان میدم. این ایره عریبی سوزن میگه. با قسم قلم این ایواری قطع شده. اگر ما چیز سوزن مستقیم این ایواری که داخل میکنه در کمر، این زیادتر الیاف و فاره میکنه، سوزن سراخ کلان در دورامتر تولید میشه، زیاد مایه چی میشه. اگر این سوزن ما به این رقم به طرف یک بغله داخل کنیم، الیاف کم و پاره میسن، سوزن خرد تولید میکنه. دیاخره از این خاطر از سوزنهای با نام پنسل تایی به قسم پنسل جور شده، نوکش داخل میشه، الیاف به طرف خود دور میکنه، دور میکنه، بالاخره سوزن خرد همی خودی سراخ خرد تولید میشه، سیست کم خارج میشه. سردردی های دوامدار و هیم شدید توسط اپیدورال بلاک پد. اگه این هم نشد، وقتی سردردی بسیار شدید شد، دوامدار شد، برای مریض کافئین هم دادیم، مایعات هم دادیم، انالجزیک هم دادیم، مریضای انارکوتیک هم دادیم، میبینیم که ده هیچ چیز تداوی نمیشه. بالاخره ما چی میکنیم؟ به نام اپیدورال بلاک پد میگیم. 15 سیسی خون مریض، 15 سیسی خون مریض از رگ عمیق خود مریض میگیریم، در سرنج ایره در ناحیه اپیدورال، در همون جایی که انستیزه ناحیه اپیدورال، به این معنی که ما از دورا دیگه تیر نمیشیم، در ناحیه اپیدورال که رسیدیم این خون رو در اونجا ضبط میکنیم از خودمون. خون چی میکنه؟ خون واضحه که داخل شده در اونجا علقه میکنه. علقه که کرد چی؟ داده دهان سوراخ که تولید شده گیست در سوراخ بسته میکنه، بالاخره لیکاش و یا برآمدن سیسف از اونجا قطع میشه. ای آپشن چیست؟ ای به نام اپیدورال بلاد پچ، یعنی خون مریض از رگش میگیریم، در کمر در ناحیه اپیدورال ما ضبط میکنیم. میشه که یک دمی هم یک هفته دوام کرد، هر چی کرد مریض بازم شکایت میکنه که دکتر صاحب من کمرم درد میکنه. دکتر صاحب کمرم درد میکنه، هیچ خوب نشده، سرم درد میکنه بسیار زیاد، چطور کنیم سردردی ما؟ بالاخره آخرین آپشن ما چیست؟ به نام سرجیکال پروسیجر است. مریض روان میکنیم با جراحی اعصاب، جراحی اعصاب خود ستون فقرات دمون ناحیه را چی میکنه؟ باز میکنه، درامت به که دمون جا سراخ تولید شده میباشه، همراه سوچر، همراه تار گره میزنه، بسته میکنه که آخرین آپشن برای تداوی سردردی پوست پاینال هدک چیست؟ سرجیکال پروسیجر است، یا سرجیکال سوچر توسط زیگرد میکنه. این بود از اختلاطات انستزی سپاینال، یکی هم سردردی بود که سردردی چه قسم آرام میکنه. فاکتورهای مساعد کننده چه قسم، کدام فاکتور هاست که مریض مساعد میسازه برای چی؟ که برای سردردی که سردردی پیدا میشه. پنج فاکتور بسیار عمده در اینجا موجود است. ریسک فاکتور که میگه، اول مریض میگه مریضای جوان زیادتر به مریضای پیر زیاد سردرد میشه. کدام مریض میگه؟ بین سنین 18 تا 30 سالگی این مریضا را به ما سپاینال بکیم، از 18 پایین خود ما نمیدیم، اطفال را استقبال نداره، از 18 تا 30 سال که میدیم این مریضا زیاد سردرد میشه. چرا این مریضا زیاد سردرد میشه؟ به خاطر اینکه سن هر قدر که بالا میره، به سن کهولت، به سن پیری میرسه، خودی الیافی، خودی دورامتر فایبروزی میشه.
فایبروزی به این معنی که سخت میشه، سوزن که از اون خارج میشه، پس الیاف خود به یکی دیگه یکجا میکنه، بسته میشه. مثل که ما یک آمپول سیپترازون میگیریم، او مقطره که دو داخل سوزن که داخل میکنه، شور میده سوزن که میکشیم، او پس او سیپترازون از خود سر بوتل خارج نمیشه. ولی در جوانا، در جوانا چی میشه؟ این الیاف هنوز فایبروزیس نیست. هنوز فایبروزیس نیسته، ای هنوز به اون شکل نشده، سوزنی که خارج کردیم، سوزن در اونجا موجود، سوراخ موجود است، از سوراخ سی اس اف خارج میشه و این سردرد میشه. یعنی که چرا در جوانا سردردی زیاد است و در پیرا کم است، دلیلی چیست که این اینو میخانیکت شد. دوم میخانیکتی که چرا مریض میگه به حساب سردرد میشه، زیادتر خانم ها سردرد میشه. خانم ها زیادتر سردرد میشه. به خاطر اینکه خانم ها زیادتر تشویش های روحی و تکلیف های چیز روانی بسیار زیاد داره نظر و چیز یعنی یک نفر که کسی رو که سرم درد میکنه او هم میگه سرم درد میکنه زیادتر در کدام در خانم ها نظر به عقایون زیادتر هستن. سوم فاکتور دیگه است که ما میگیم چیز ده که اوجه زیادتر این اونتره خودی سایز سوزن است. هر اندازه که سوزن نخایی ما به سایز کلان ما داخلی دورامتر کنی سپاینال بتیم سردردی در اونجا زیاد میشه. چی میکنه؟ چرا زیاد میشه؟ با خاطر اینکه سوراخ اونجا زیاد تولید میکنه. وقتی سوراخ کلان تولید شد سی اس اف زیاد میمره. سی اس اف که زیاد برام تغییر در قفل در خود مینه در اونجا وجود میه سردرد میشه. این بود سه فاکتورش. فاکتور چهارم میشه که چرا مریض سردرد میشه مالتیپل پانچر است. هر قدر که ما یواز یک سوزن چند سوزن دیگه بذاریم این سوراخ زیاد تولید میشه چی میکنه؟ کلان میکنه. بالاخره چی میکنه؟ سی اس اف زیاد خارج میشه. مریض سردرد میشه. پنجم فاکتورش چیست؟ بی ام آی هستن یا بادی ماس ایندکس است. مریضان لاغر نظر به مریضای چاق زیادتر سردرد میشه. دلیلش هم چیست؟ دلیلش هم اینه میسته که مریضان لاغر در دورامت در اونجا فت نیست، در اونجا چربی نیست که دم روی زورو بگیره سراغ مستقیما کلام میمونه و از مریضای چاق که فت و تحت شحم تحت جلدی زیاد است دم روی خود چیز میگیره سراغ میگیره بالاخره چی؟ سی اس اف کمتر خارج میشه. میام شر اعراض و علایم انستیزی سطح بالا. اعراض و علایم سطح انستیزی سطح بالا چیست که ما چه قسم اعراض میتیم؟ قبلا گفتیم سطح بالا چی مانا؟ وقتی مریض انستیزی داریم، سر مریض از پیش ما پایان شد، انستیزی ما با طرف بالا رفت، برای مریض تو بفهم که بالا رفته. اولین چیزی که برای مریض پیدا میشه چیست؟ هایپوتنشن است. چرا هایپوتنشن زیادتر در اونجا پیدا میشه؟ هر قدر که انستیزی به طرف بالا میره زیادتر اعصاب اتونوم رو زیاد بلاک میکنه. کدام اعصاب؟ اعصاب سمپاتیک زیاد بلاک میشه. وقتی هر قدر که اینا زیاد بلاک شد وازو دایلیتیشن پاراسمپاتیک زیاد ظاهر میشه و برای مریض نزد مریض وازو دایلیتیشن پیدا میشه و مریض سردرد میشه. یک چیز بسیار خوبه میگه هر وقتی دلبدی که هست میگه عبارت از اولین علایم هایپوتنشن است. وقتی مریض شما انستیزی دادیم برای مریض سپاینال دیدی که مریض پاجه کشید و مریض دلبد شد. اما آن شما بفهمید که مریض ما چیست؟ مریض ما در هایپوتنشن. پیز دیگه شما چه کنیم باید میفهمید که مریض ما هایپوتنشن آجل چی بدیم؟ وازو کانسترکتور ما داریم یا وازو پریسور داریم که بنام افیدرین یاد میشه برای مریض میتیم و یا خود مایعات وارده برای مریض زیادتر میدیم. اعراض دیگه ایش که از سطح بالاست که مریض پیدا برامی برادیکاردی برای مریض پیدا میشه. برای مریض چی میتیم؟ اتروپین میتیم. اتروپینی که برای مریض دادیم برای مریض و اگر اتروپین تاثیر نکرد افیدرین و بالاخره ادرنالین میتیم که ما مریض از برادیکاردی نجات بدیم. باید بفهمیم که برادیکاردی خطرناکتر از تاکیکاردی است. دیگه چی میتیم برای مریض؟ اطمینان میتیم دلداری میتیم مریض میگه وای دکتر صاحب خراب هستم حالتم خراب است میگه هیچ چیزی گپ نیست مریض تسلیت بده بس چاره مراد است مریض برای تامین که دکتر صاحب دستای ما کار نمیکنه حالا که ما در بازو خانسی ما در پای انستیزی داریم همیشه انستیزی سپاینال از سوره و پایین چی میکنه از سوره و پایین مریض قرق میشه و در اینجا مریض برای تامین که دکتر صاحب بازوهای ما چیز است بازوهای ما قرق است وقتی خود بفهم که والا انستیزی از پیش ما بالا رفت بلاک تا کجا رسونه میگه این سروای به تراسیک جنکشن میرسه به اونجا که رسید تو دیگه بفهمی که آجل سامان انستیزی جنرال آماده بسید که مریض از پیش ما خراب میشه. داخل چی میکنه؟ مریض تنفس رو مشکل میکنه دیدی که برای مریض دسمیا پیدا میشه هر قدر که چی میگه مریض میگه نفسک میزنه دیگه اینجا کجا رسیده؟ میگه اتمنس خود بلاک ما در انترکوستال نر بلاکس هست یعنی اعصابی
بین زولی ما چی بشه؟ این بلاک شد که بلاک شد مریض تنفس کرده نمیتونه. داخل مریض چی میکنه؟ پس پسک گپ میزنه. هیچ آیس آیس مریض دکتر سیم خوب نیستم میگه دکتر سیم خوب نیستم. اوه دو اینجا گپ که رسید تو دیگه فکر میکنی که نیه دیگه دیافراگماتیک نرف یا فرینیک نرف یا دیافراگم فلج شد. بلاک ما در کجا رسید؟ این در سه و در چار و در پنکی در اینجا که رسید مریض ما خراب شد. چی میکنه؟ آنن تنفس توقف میکنه، شعور مادم میشه. تو دیگه عاجل چی میکنی؟ آن مریض انتوبیشن و سپانتونیس تنفس توسط وینتیلیتر توسط دست برای مریض میده که مریض اگه از انستزی سپانر رفت به انستزی جنرل این بود اعراض و علائم و تداوی خودی چی؟ های سپانر یا تداوی های سپانر است. شاگردان محترم، محصلین بسیار محترم، درس امروزی ما در اینجا به پایان میرسد. خدا کنه که شما استفاده خوب ازی بکنین. روزتان خوش. با امان خدا.